به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 ماه جوزای سال 1392 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط چند خبر. اطمینان رئیس اجرایی از بررسی رویدادهای خونین کابل و با کیفر رسیدن مقامهایی که غفلت کردند. هدایتی که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشد به او رسیدگی خواهد شد. تأکید جمعیت اسلامی بر آمدن تغییرات و اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی. جایگزین کردن افراد باید به گونه‌ای باشد که اطمینان مردم افغانستان از این دستگاه‌ها به دست بیاید. تصویب طرح 11 ماده‌ای زیر نام تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی از سوی مجلس نمایندگان. واکنش حکومت افغانستان به پیام شنیداری سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی. و خواست حکومت‌های ایران و ترکیه از کشورهای عربی بر اثرگیری روابطشان با قطر. رئیس اجرایه و مردم اطمینان می‌دهد که تمامی رویدادهای خونین کابل به گونه‌ای درست بررسی می‌شوند و کسانی که در این رویدادها غفلت کردند در هر مقامی که باشند مجازات خواهند شد. عبدالله تاکید می‌ورزد که لوی سرانولی بررسی‌هایش را درباره عاملان آماش قرار دادن مردم در روز اعتراضات به گونه‌ای همه‌جانبه آغاز کرده است. از سوی هم لوی سرانولی به مردم اطمینان می‌دهد که در بررسی‌هایشان زیر بار هیچ گونه فشار سیاسی و قومی نمی‌رود. لوی سارنوالی پس از 10 روز بررسی چگونگی به خشونت کشانیده شدن این اعتراضات و کوتاهی ها در کار تامین امنیت پایتخت، سرانجام به این نتیجه رسید که وظیفه های فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پلیس کابل را به حالت تعلیق درآورد. اما حکومت به این باور است که این پایان کار نیست. هیچ نوع غفلتی صورت نخواهد گرفت و به هر سطح و سویه که مسئولین در این دخیل باشند یا غفلت وظیفوی کرده باشند یا هدایاتی که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشند به او رسیدگی خواهد شد. لوی سارنوالی میگوید که بررسی های نهاد اندک زمان خواهد بود. این قضیه را با بی‌طرفی کامل با حفظ استقلالیت برویت اسناد شواهد مدارکی که به دسترس همکارای ما در جریان بررسیشان قرار بگیره بررسی خواهند کرد. اما جنبش رستاخیز تغییر بر عملی شدن تمامی خواستهای این جنبش تاکید می‌ورزد. استقبال میکنیم از دادستانی کال و خواستاری ازی هستیم که کار خدا با امانتداری تمام انجام بدن تا مردم افغانستان شاهدی ازی باشند روزی که تمام کسایی که در قتل و کشتارشان به ویژه در حمله بر معترضین دست داشتن روزی بر دادگاه کشانده شوند و پشت میلای زندان باشند. اعتراض کنندگان روز جمعه خواهان کنارگیری رهبران حکومت نیز بودند. نیروهای دولتی نخست با کار گرفتن از ماشین‌های آب پاش و شلیک گاز اشکاور کوشیدند تا اعتراض کنندگان را پراگنده بسازند. اما هنگامی که اعتراض کنندگان تلاش کردند که به کاخ سپیدار و کاخ ریاست جمهوری نزدیک شوند با ممانعت جدی نیروهای دولتی روبرو شدند که در نتیجه 5 اعتراض کننده کشته شدند و بیش از 10 تن دیگر زخمی گردیدند. از سوی دیگر جمعیت اسلامی میگوید که این حزب سیاسی خواهان به میان آمدن تغییرات بنیادی در نهادهای امنیتی است، اما این تغییرات با تغییر چهره ها به دست نمی آید. این حزب میگوید که حملات انتحاری بر مراسمی که بیشتر رهبران جمعیت در آن حضور داشتند اعتماد این حزب و مردم را به نهادهای امنیتی نابود ساخت. در همین حال ریاست جمهوری احزاب سیاسی را از بهره خواسته هایشان به شکیبایی دعوت می نماید. جمعیت اسلامی هنوز هم برآوردن اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی پافشاری دارد و اما میگوید که با تغییر چهره ها این اصلاحات به میان نمی آید. تغییرات و تجدید نظر در ساختارهای امنیتی در جایگزین کردن افراد باید به گونه ای باشد که اطمینان مردم افغانستان از این دستگاه ها
به دست بیاید. در حالی که درگیر و دار میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری، موضوع ریاست اجراییت تا کنون روشن نیست، اما سخنگوی این حزب میگوید که عبدالله عبدالله نماینده رسمی این حزب در حکومت وحدت ملی است. ما باورمان است که دکتر سیف عبدالله به عنوان این مسئولیت ها در این مواضع بی تفاوت نخواهد ماند. رئیس اجرایی حکومت نیز ایجاد فاصله میان جناح‌های سیاسی و حکومت وحدت ملی را در 15 سال اخیر بی پیشی نمی‌داند. ما نمی‌تانیم که تمام ملامتی را بالای قشر سیاسی افغانستان که بیرون از حکومت هستن به اونا تحمیل کنیم. ببینیم که چی کارهایی شده میتانست، چی کارهایی شده میتانه تا این فاصله رفع شود و در نتیجه فاصله‌ای که بین مردم و حکومت به میان آمده این فاصله رفع شود. در همین حال ریاست جمهوری به میان آمدن اصلاحات را در نهادهای امنیتی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی میگوید. امیدواریم که همه اقشار سیاسی فرصت بدن تا ما بتوانیم در یک فضای آرام اصلاحات همه جانبه را در نهادهای امنیتی عمل. پس از سه حمله انتحاری در مراسم جنازه پسر معاون مجلس سنا که در این مراسم شماری از رهبران جمعیت و مقام‌های دولتی حضور داشتند، پای جمعیت اسلامی به این ماجرا بیشتر کشیده شد. رئیس جمعیت اسلامی پس از این حمله تاکید کرد که مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی باید از مقام‌هایشان برکنار شوند. با این همه مجلس نمایندگان یک طرح 11 ماده‌ای را به نام تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی به تصویب رسانید و قرار است که این مصوبه به حکومت فرستاده شود. در این طرح از حکومت خواسته شده است که باید رویدادهای اخیر را در کشور به گونه جدی بررسی کند، عاملان این رویدادها را به کیفر برساند و افراد مشکوک و نفوذی دشمن را در نهادهای حکومتی شناسایی کند و زیر پیگرد قرار دهد. پس از رویدادهای مرگبار در کشور به ویژه در کابل، مجلس نمایندگان یک طرح 11 ماده‌ای را به نام تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی به تصویب رسانید و قرار است که این مصوبه به حکومت فرستاده شود. با آن عده از مسئولین امنیتی که با سوی مدیریت، کوتاهی و غفلت وظیفوی فرصت انجام این حملات خونین را ایجاد نموده اند، به مراجع عدلی و قضایی معرفی و محاکمه نماید. پاکسازی افراد نفوذی و مشکوک از نهادهای حکومتی، رسیدگی به خواستهای قانونی اعتراض کنندگان، حذف نهادهای مشابه و غیر قانونی، عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، تلاش برای جا دادن نام گروه طالبان در فهرست گروه‌های هراس افغان جهانی در صورت که این گروه به صلح نپیوندند و نیز خودداری از استفاده سو از احساسات جوانان از سوی حکومت و جریان‌های سیاسی بخش‌های مهم این طرح است. لمعترضین و ځوانان څخه غوښتل کیږي چې خیمو په ټولولو او د لارو په خلاصولو کې عاجل اقدام وکړي. اما یکی از ماده های این طرح تصویب شده که در آن بر حمایت دوامدار حکومت از خانواده های قربانیان تظاهرات اخیر تاکید شده است، واکنش های متفاوت را برمی‌انگیزد. به معنای عزیز که ما در بین شهیدان خود فرق میاریم، این مشکل است. می لگیدلی اگر مستحق در چیزی پختن او کما. قرار است هیئت ایجاد شده مجلس نمایندگان برای عملی شدن جزئیات این طرح و پایان دادن به تنش ها میان حکومت و اعتراض کنندگان به گفتگوهایش با دو طرف ادامه دهد. با گذشت دو هفته از حمله انتحاری در برابر سفارت آلمان و اعتراضات در واکنش به این حمله، هنوز هم مشکل بندش جاده های شهر کابل حل نشده بر جا مانده است. پیش از این هم بخش از جاده های شهر کابل از سوی نهادها و مقام های دولتی و خارجی برای رفت آمد بسته بودند. در این گزارش به بخش از آن چالش های پرداخته شده است که باشندگان پایتخت در این روزها با آنها روبرو هستند. تمیم حمید گزارش می دهد. تصویرهای لرزان که حرکت پرتکان موتر ما را در یک جاده ناهموار در بخشی از کابل بازتاب می دهند. پس کوچه‌ترین بخشای کابل هم در این روزها گواه رفت آمد صدها موتر است. هر کس می کوشه که از هر رای ممکن خود را به مقصدش برسانه، در حالی که ایرم می فهمند که بیرون از این پس کوچه ها چی ازدحام انتظارشان را می کشند. توشار را میریم. پس تا خانه میم یک و نیم ساعت، یک ساعت در بر میگیره که پس ما تا خانه برسیم. نزدیک به دو هفته است که بر شمار آن جاده های پایتخت که برای رفت آمد بسته هستند افزوده شده است.
و بسیاری از رانندگان نیز کمتر به مسافرگیری حاضر هستند. یک نفر را تا یک جای میرسانی بسیار مصرف تیل از او بسیار بالا میشه. از کرای از او کرده تیلش مصرف زیاد میشه. پلیس ترافیک کابل این روزها دشوارترین ماموریتش را پشت سر میگذارد. جالب است که در کنار محل ماموریت این افسران پلیس ترافیک کودکانی را میبینیم که از این راه بندان بهره میگیرند و در جاده بسته شده برای رفت آمد بازی میکنند. اما در سوی دیگر افزایش رفت آمد موترها در این جاده های خاکی برای باشندگان این بخش ها مشکلات جدی را به بار آورده است. کلی موترها می سرک های خامه اینا رفت آمد میکنه. هر روز این خاکباد زیر خاکباد هستیم دیگه. میگه موتور کلی مالای دکانی ما زیر خاک. مکتب هم نزدیک هستیم. مشتخای مکتب کلگیش زیر خاک هست. اکنون دیگر هم اگه به این مشکل دچار هستند. معضلی که پرداختند آن از بحث های جدی این روزهای مجلس نمایندگان هم بوده است. ای درست نیست، قابل قبول نیست. ما بایستی یک راه حل، یک چاره اساسی بسنجیم عاجل. پس از حمله انتحاری در برابر سفارت آلمان که اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت، باشندگان پایتخت بی‌پیشینه‌ترین ازدحام را در جاده‌های شهر گوا بودند. در روزهای اخیر یک بار چند جاده شهر کابل از سوی اعتراض کنندگان و حکومت بسته شدند. اما در سالهای اخیر شمار زیادی از جاده ها از سوی حکومت و مقام های حکومت برای رفت آمد مردم بسته بودند. سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان در یک نوار شنیداری نقش داشتن این گروه را در رویدادهای اخیر در کابل و هرات رد می کند. در این نوار شنیداری که از سوی سخنگوی طالبان به رسانه ها فرستاده شده است، معاون گروه طالبان می گوید که این گروه در جاهای عملیات نخواهند کرد که به غیر نظامیان آسیب برسد، اما حکومت این گروه را به انجام این حمله ها متهم می سازد. در این باره گلاب الدین غبار گزارش می دهد. رهبر شبکه حقانی در پیامش میگوید که این شبکه دست به حمله هایی نخواهد زد که به غیر نظامیان آسیب برسد. اسلامی امارت بوده اوسانه و نورین و ده برحمنه پیخ چکوم منز تراغلی بوده که دی مگ دی اسلامی امارت دی ویندیان و دل طرف نه ده نه چیز مگ ده مسئولیت پر غارانه ده خسته بلکه غندلی شوی دی. اما حکومت به این گفته ها واکنش نشان میدهد. اینا میخواین که از خان آمره تغییر بتن، در حالی که پس از این حمله تمام مردم دنیا البته به این شبکه و به این حمله تروریستیشان و به آنچه را که انجام دادن نفرین فرستادن و ایره محکوم کردن. سراج الدین حقانی معاون ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در بخشی از سخنانش بر ادامه نبرد تا بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده است. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که رهبر شبکه حقانی به علت زندانی بودن برادرش این حمله ها را رد کرده است. شبکه حقانی به خاطر زنده ماندن برادرش فکر میکنم اعلامیه فعلی را که از دستداشتنشان در قضیه بوده این کار. شبکه حقانی که در فهرست سیای ایالات متحده امریکاست از سوی حکومت متهم به انجام حمله های مرگبار و پیچیده انتحاری در بخشهایی از کشور است. مجلس نمایندگان با اکثریت آرا پیمان فروش 143 جریب زمین دولتی را از سوی حکومت به شرکت الکوزه رد کرد. بسیاری از نمایندگان این پیمان را خلاف قانون و منافع ملی کشور می دانند و عملکرد رئیس جمهور غنی را در این باره سخت انتقاد می کنند. اما برخی دیگر از نمایندگان رد این پیمان را صدمه بزرگ به سرمایه گذاری و اقتصاد کشور می دانند. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه تقدیم می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. حکومت‌های ایران و ترکیه از کشورهای عربی می‌خواهند که با گفتگوها به اختلاف‌هایشان با حکومت قطر پایان بدهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که کشورش آماده است در چنین مرحله دشوار حکومت قطر را کمک کند، زیرا اتهام‌های کشورهای عربی در برابر قطر به بنیاد هستند. در همین حال یک مشاور ارشد مبارزه با حراس افغانی وزارت خارجه قطر می‌گوید که عربستان سعودی به گونه سیستماتیک از قبل برنامه‌ریزی کرده است تا قطر به انزوا کشانیده شود تا بر این کشور حکمرانی کند.
بحران دیپلماتیک میان کشورهای عربی و قطر به زودی حل نخواهد شد، در حالی که شماری از کشورهای جهان به شمول بحرین، ترکیه و کشورهای دیگر میخواهند که برای حل این اختلاف‌ها میانجیگری کنند، اما کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی بر موضع‌گیری‌هایشان در برابر قطر ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری ترکیه که کشورش روابط بهتر بازرگانی با قطر دارد، هر گونه کمک قطر را با گروه‌های عراس‌افغان در منطقه رد می‌کند. کسانی هستند که از کمک های مواد خوراکه و بهداشتی کشور ما به قطر نگران هستند، اما من برای این کشورها متاسف هستم. ما هرچه در توان داریم به حکومت قطر کمک خواهیم کرد و نیز از این کشور پشتیبانی خواهیم کرد. حکومت ایران که به دنبال بسته شدن مرز عربستان سعودی با قطر کمک هایی را از طریق هوا به قطر فرستاده است، میگوید که کشورهای عربی برای صلح و ثبات در منطقه روابطشان را با قطر باید از سر گیرند. باید این کشورها با توجه به وضعیت منطقه و چالش‌های پیش روی منطقه بتوانند در یک روند مثبت و همه جانبه در پشت میز مذاکره مسائل خودشون رو حل و فصل بکنند. قطر که با عربستان سعودی مرز زمینی دارد، اکنون با بسته شدن این مرز با بحران خوراک روبرو شده است. اما وزیر مالی قطر اطمینان می‌دهد که قطر به واردات مواد خوراکه از ترکیه و کشورهای دیگر در منطقه ادامه خواهد داد. چند خبر دیگر از جهان. ارتش ایران 4 تن را به اتهام همکاری با گروه داعش در جنوب این کشور کشته است. فرمانده نیروهای زمینی ایران میگوید که 2 تن از کشته شدگان شهروندان ایران نیستند و هویت 2 تن دیگر تا کنون روشن نشده است. در انفجار یک بم کنار جاده در یک منطقه شیعه‌نشین در عربستان سعودی دست کم یک سرباز ارتش کشته شد و چند تن دیگر زخم برداشتند. حکومت عربستان سعودی این انفجار را یک رویداد عراس افغانانه می داند. حکومت روسیه در آستانه یک راهپیمایی ضد فساد اداری در مسکو رهبر حزب مخالف را بازداشت کرده است. همسر الکسی ناولنی رهبر حزب مخالف می گوید که هرچند شوهرش بازداشت شده است، اما آنان به راهپیماییشان ادامه خواهند داد. خبرهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه تقدیم می شود. باز هم خوش آمدید. گسترش روابط بازرگانی افغانستان و ازبکستان برای پیوند یافتن هرچه بهتر افغانستان به بازارهای کشورهای منطقه کمک میکند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در حال حاضر روابط بازرگانی افغانستان با ازبکستان بهبود یافته است و حکومت باید برای روی دست گرفتن راهکارهای مناسب بکوشد و از این روابط به منظور پیوند یافتن کشور به بازارهای منطقه کار بگیرد. در همین حال وزارت تجارت و صنایع ساخته شدن مسوده موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان خبر میدهد. زرمینه محمدی گزارش میدهد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه با ازبکستان سبب گسترش داد و ستدهای بازرگانی در منطقه خواهد شد. سخنگوی این اتاق نقش ازبکستان را در گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای دیگر جهان بسیار سودمند می‌داند و تاکید می‌ورزد که حکومت باید از گرمی روابط بازرگانیش با ازبکستان برای افزایش صادرات کار گیرد. روابط سیاسی افغانستان با ازبکستان خوبتر شده. اگر همی روابط دیگه هم خوبتر شود و باثبات‌تر شود، ما مطمئن هستیم که میتونیم با استفاده از موقعیت ازبکستان خود با کشور روس و با دیگر کشورها برسانیم. در این حال وزارت تجارت و صنایع میگوید که کالاهای بازرگانی افغانستان در ازبکستان بازارهای خوبی دارد و به منظور گسترش رابطه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و ازبکستان در آینده های نزدیک یک توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی میان نمایندگان دو کشور امضا خواهد شد. ما در موافقتنامه‌ای که مسودهش ساختیم تمام مسائل مد نظر گرفته شده، مسائل ویزا هست، مسائل ویزای دراز مدت هست، حتی در زمانی که کمیته مشترک صحبت کردن پروازهای مستقیم تاشکند کابل هست که بحث شده رویش و سرمایه گذاری دو کشور هست و ایجاد شرکت های مختلط بین دو کشور هست.
به گفته وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر ارزش بازرگانی افغانستان و ازبکستان به 400 تا 500 میلیون دلار میرسد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی، یک یورو 76 افغانی و 10 پول. یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 637 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیم میکند. مسعود سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. عباس کریمی شناگر معلول کشور افغانستان را صاحب یک مدال طلایی دیگر در رقابت‌های شنایی کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2017 جهان از قاره آمریکا ساخت. این میلی‌پوش برتر کشور از 6 ماه بدین سو از بهر تمرینات فنی و حرفه‌ایشان در فدراسیون پارالمپیک آمریکا به سر می‌برد. این شناگر 18 ساله برتر کشور در شنای پروانه فاصله 50 متر را در 40 ثانیه شنا کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد و سمی حضور در رقابت‌های جهان را از قاره آمریکا به دست آورد. این میلی‌پوش برتر شنای کشور پیش از این در شنای 50 متر آزاد نیز با ثبت زمان 40 ثانیه قهرمان شد و مدال طلا گرفت. به این ترتیب تا کنون عباس کریمی در دو بخش شنای آزاد و پروانه توانست با نمایندگی از افغانستان جواز حضور به بازی‌های پارالمپیک 2017 جهان را که در مکسیکو برگزار خواهند شد به دست بیاورد. رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2017 مکسیکو از قاره آمریکا با حضور ورزشکاران معلول 18 کشور در ایندیانای آمریکا برگزار شده بودند. ورزشکاران افغانستان توانستند به خصوص شناگر عزیز ما در ایالات متحده آمریکا بتوانند کسب سهمیه کنند و حتی کشور ترکیه و آمریکا از پیششان تقاضا کردند که تا حضوریت تیم‌های ملی از اونا را کسب کنه، ولی هیچ جوان با همت ما خواست از اونا را رد کرد. کریمی که بدون دست به دنیا آمده است، نخستین های شنا را زیر نظر قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون واترپولو کشور در کابل آموخت و اکنون از 6 ماه بدین سو برای آموزش های فنی و حرفه‌ای در فدراسیون پارالمپیک آمریکا مصروف آموزش است. عباس کریمی 5 سال است که پیراهن تیم ملی شنای معلولین افغانستان را بر تن دارد. هفته دوم لیگ جهانی والیبال در تهران با برگزاری چند دیدار پایان یافت. در مهمترین بازی های ایران بر ارجنتین را شکست داد. روسیه به برتری در برابر ایتالیا رسید و صربستان نیز از صد بلژیک گذشت. ملی پوشان کرکت کشور در دومین دیدار یک روزه در مقابل تیم ملی کرکت وست‌اندیز تن به شکست داد. این در حالی است که کرکت بازان کشور در نخستین دیدار یک روزه توانسته بود تیم ملی کرکت وست‌اندیز را شکست بدهند. خبرهای این ساعت در همین جا به پایان می رسد. از توجهتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.